چند؟ فشار بیشتر میشه. درسته. فشاری که به قفسه سینه قفس هم وارد میشه، مسلماً بیشتر میشه. نه نه، یه سوالی بود که باید جواب بدم. تنش خوب نمیتونه نفس بکشه. اما این که اکسیژن توی اون کپسول دیرتر تموم شه، زودتر تموم شه، به نظر من و چند تا از معلم‌ها که با هم صحبت کردیم قشنگ نیست. یعنی چی؟ اونی که تو ارتفاع مثلا عمق 40 متری قواسی میکنه کمتر نفس میکشه تا اونی که تو 20 متریه؟ نه، تون تون نفس میکشه. یعنی میزان اکسیژنی که از تو کپسول میاد یکسانه، فقط این تون تون این کارو میکنه، اونی که تو 20 متریه کم کم این کارو میکنه. کسی که طراح سوال بوده به این توجه نکرده یا نخواسته توجه کنه یا اصلا به واقعیت کار نداشته، فقط مسئله تئوری رو کار داشته که هر چقدر عمق بیشتر شود فشار بیشتر می شود، در نتیجه هوای کمتری از کپسول میاد بیرون، دیرتر تموم میشه. ببخشید، آره دیگه، دیرتر تموم میشه، یعنی تو 20 متری زودتر تموم میشه. اینو نگاه کرده، به واقعیت نگاه نکرده. خلاصه ما خیلی بحث کردیم با معلم ها و دعوا که نه، تبادل نظر، و به این نتیجه رسیدیم که طراح سوال فقط تئوری رو خواسته، واقعیت رو نخواسته، تئوری رو خواسته. این از این. نکته دیگه، چاقو رو تیز میکنن، شنیدید دیگه، خانوما وقتی میخوان گوش پاک کنن چاقو رو تیز میکنن. این چه کار میکنه؟ چاقو تیز میشه، شما اول، چاقو تیز میشه برای چی؟ بهتر میشه دیگه، درسته؟ خب چرا؟ شما میتونید بگید، دست بلند کنید شما. چرا؟ بله درسته، بله. وقتی چاقو رو شما تیز میکنید یعنی یه مقدار از سطح چاقو رو بر میدارید، سطحش رو کم میکنید. وقتی سطحش رو کم کنید فشار بیشتری به گوش وارد میشه و دنش گوش بهتر بریده میشه. این هم نکته بعدی. یه نکته دیگه هم بود که الان باز یادم نیست. بریم ماشین ها. ماشین ها رسیدیم به قانون پایستگی انرژی که میگفتیم انرژی تبدیل میشه، منتقل میشه، اما کم و زیاد نمیشه. انرژی که ماشین میدیم همیشه برابره با انرژی که از ماشین میگیریم، که اینا رو تو کتابتون نوشته کار ورودی مساویست با کار خروجی. اینو تو کتاب نوشته. بعد اومدیم مثال زدیم، گفتیم یعنی مثلا به یه لامپ ما انرژی میدیم 200 جول، از این لامپ مثلا 80 جول نور میگیریم، ما بقیش میشه گرما. خب ما بقیش رو چجوری به دست میاریم؟ این از این کم کنیم به دست میاد دیگه، یه چیز معمولیه، معادله خیلی راحتیه، میشه 120 جول. آفرین، دقیقا تو هفتم بود. برای یه لامپه بود و پایینم یه ماشین بود. اینی که این آفرین آب میگیریه، اینی که الان اینجا میبینیم چی داره میگه؟ داره همینو میگه، میگه انرژی که دادید همونقدر انرژی هم میگیرید، اما به دو صورت. یعنی کار ورودی رو میتونیم بنویسیم کل انرژی داده شده یا کل کار مساویست با کار خروجی رو میتونیم بنویسیم انرژی مفید یا کار مفید به علاوه انرژی هدر رفته. اینا، این فرمول مربوط میشه به قانون پایستگی انرژی برای ماشین های واقعی. ماشین هایی که واقعی هستن حتما یه مقدار از انرژیشون هدر میره. به چه صورت؟ گرما، یعنی اصطکاک. بچه یادتون باشه حتما اصطکاک هست، بدون شک، و این اصطکاک حتما گرما تولید میکنه که بیشتر اوقات هم این اصطکاک به درد ما نمیخوره. بشر دنبال اینه که این اصطکاک رو کاهش بده، کمش کنه،
حتی دوست داره به صفر برسونه. فعلا غیر ممکنه. فعلا ما نمیتونیم اصطکاک رو به صفر برسونیم. چون اصطکاک عامل کار هم هست. شما وقتی رو زمین میخوای راه بری، اگه بین کفشت و زمین اصطکاک نباشه نمیتونی راه بری. سر میخوری، میفتی زمین. اصلا چرا رو یخ میان سنگ میریزن؟ برای اینکه اصطکاک رو زیاد کنن. پس بدون اصطکاک نمیشه کار انجام داد. اما بشر دنبال ایدئال هاشه. ایدئال. چیزی که فعلا واقعیت نداره. بشر دنبال اینه که تمام انرژی که به ماشین میده رو فقط تبدیل کنه به انرژی مفید. یعنی انرژی هدر رفته چقدر بشه؟ صفر بشه. دستتون در نکنه که میگید. خیلی ممنون. بشر دنبال اینه که اصطکاکو به صفر برسونه. پس این دوتا رو میخواد با هم برابر کنه. نکته بعد دقت کنید. یادتونه چند تا ماشین مثال زدیم؟ گفتیم که بازده کدوم بیشتر یا کمتره؟ جلسه قبل گفتم دیگه. یه بار دیگه بگم اونایی که نبودن. همینجا مثال میزنم. یه لامپ دیگه 200 جول انرژی بهش میدیم. این لامپ میاد 100 جول 110 جول بگیم مشتریشیم. 110 جول نور میده، 90 جول گرما میده. اگه من ازتون سوال کنم ماشین یک یا لامپ یک بهتره یا لامپ دو بهتره، مسلماً همتون میگید لامپ دو. چرا؟ کار مفیدش بیشتره. بعد جلسه قبل یه مثال دیگه زدم، گفتم یه لامپ داریم 100 جول انرژی بهش میدیم. بعد از این 100 جول مثلا 70 جولش، آره 70 جول نور میده، 30 جول گرما. الان از این ماشینی 1 2 3 کدوم بهتره؟ شما میگی 3. بچه شما هم بنویسید. همه گفتن سه اینجا. شما چی؟ خب خیلی خوب، سه بهتره. ببینیم چرا. تو سوال قبلی پرسیدم یک بهتره یا دو، گفتید دو چون نورش بیشتره. خب اینجا که نورش کمتره. ما باید به ورودی هم نگاه کنیم. آفرین، ما باید به ورودی هم نگاه کنیم. این 70 تا از 100 تاست. این 110 تا از 200 تاست. یعنی اگه این 200 بود یعنی ضرب در 2 میشد، اینم باید ضرب در 2 میشد. این میشه 140 از 200. 140 دیگه از همشون بیشتره. ما نمیگیم این بهتره تو فیزیک، میگیم این بازدهش بیشتره. برای بازده به چی نگاه کردیم؟ یک به انرژی مفید نگاه کردیم، دو به اون کل انرژی که دادیم، انرژی ورودی یا کل انرژی. بازده رو معمولا به درصد بیان میکنن. میگن بازده این ماشین 90 درصده، بازده اون 60 درصده، بازده یه ماشین 20 درصده. درصدی که بیان میکنن توی فرمول میان اینجا یه ضرب در صد میذارن. میخوام تخته رو پاک کنم. اگه میخواین عکس بگیرین سریع بگیرید تا من مطالبی که لازم هست رو دوباره بنویسم. پس داریم در مورد بازده صحبت میکنیم. بازده ماشین یا راندمان ماشین چیه؟ میخواییم صرف شه. آفرین، اتفاقا میخواستم به همین برسم. اگر ما کاری کنیم معذرت کاری کنیم که اصطکاک صفر بشه، بازده میشه 100 درصد. یعنی همه انرژی میشه مفید. چرا داره دیگه، وقتی اصطکاک ایجاد میشه گرما هم تولید میشه. اینجا هم اصطکاکه، اصطکاک بین الکترون ها و سیم که این کارو میکنه. گرما اصطکاک عامل گرماست. همیشه گرما اصطکاک نیست و
ولی استکاک همیشه گرما تولید میکنه. جان خب همیشه گرما استکاک نیست ولی اینجاها هست فعلا. خب اگر از بین بره میتونه صفر باشه. ایدئالمون اینه که صفرش کنیم. حالا هر جوری شده استکاک از... ما هدفمونه که اینو از بین ببریم. حالا این مثلا یکیش اینه، ببین یکیش اینه، یکیش اینه، میخوایم اینو صفرش کنیم. حالا تو ماشینای مکانیکی میگیم اینو صفر کنیم درست میشه، تو ماشینای مکانیکی، یعنی ماشینایی که دنده دارن و میسابن و از این حرفا. تو چی گفتی حواسم؟ اصلا نیست، اصلا نیست. در اصل این اتفاق میفته، الکترون با اون مولکولایی که هستن یا اتم ها استکاک ایجاد میکنن، این استکاک گرما تولید میکنه و این گرما میرسه به دمایی به نام دمای سفید. یعنی اینقدر دما میره بالا که نور میده. نور چیه؟ انرژیه. این انرژی چی کار میکنه؟ باعث میشه الکترون ها از لایه‌شون جدا بشن، همه‌شون به هم ربط دارن. شاید واقعا همین که تو میگی بشه. یعنی یه روزی شاید بشه که اصلا ما نتونیم لامپو اینجوری روشن کنیم، باید یه روش دیگه داشته باشیم برای روشن کردنش. اینا ایدئاله، بشر بهش نرسیده، دنبالشه که برسه، شاید یه روزی رسید. همینطوری داره بازدره میرسونه بالاتر، 90% اینا داره میرسونه تو بعضی ماشین ها. تو بعضی ماشین هم نمیشه، مثلا اتومبیل هایی که ما داریم خودمون رو بکشیم بازدهشون مثلا بشه 60%، چون این همه چرخنده داره اون تو حرکت میکنه، لاستیک ماشین داره یه جایی سایده میشه، یه میله‌ای داره میچرخه، همه اینا استکاکن و همه اینا گرما تولید میکنن. خب چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم اینا رو پاک کنیم. بچه‌ها سوال ندارن؟ یه چیز دیگه ای که ما داشتیم با سال هفتم میخوندیم آهنگ مصرف انرژی بود. من اول بازده رو بنویسم. بازده شد انرژی مفید تقسیم بر کل انرژی مصرف شده. خارجیش رو بخوام بنویسم، راندومان مساویس با انرژی مفید رو میتونم بنویسم ای، کل انرژی رو میتونم بنویسم ای. ولی خب چه فرقی داره؟ اینو میگن ای کل که با خود ای نمایش میدن، این آر نمایش میدن برای اینکه یکم فرق کنه. ای آر، ای ای. بعد یه دونه اف میذارن که اون حالا مثلا تو اهرما به درد میخوره، میشه ای اف، که همین غیر مفید و یا انرژی هدر رفته رو بعضی جا ای اف میذارن. اینا دیگه انگلیسی هاشه. اما یه چیز دیگه ما داشتیم توی سال هفتم به نام آهنگ مصرف انرژی که باز اینجا به دردمون میخوره. آهنگ مصرف انرژی اسم دیگه داره به نام توان. توان رو شما تو ماشین زیاد شنیدید، تو اتومبیلا میگی توان ماشین چقدره؟ میگی مثلا 110 اسب بخار. 110 اسب. کلمه اسب بخار که میاد قدرت ماشین رو نشون میده. توان یعنی پاور دیگه، قدرت ماشین. توان رو ما میتونیم اینجوری به دست بیاریم، انرژی که ماشین مصرف میکنه یا کاری که ماشین انجام میده. چون اگه باز یادتون باشه هفتم هم گفتیم انرژی همون کاره، یعنی MGH که میشد انرژی پتانسیل، این میشه نیرو، این هم ارتفاع میشه جابجایی. پس نیرو ضرب در جابجایی میشه کار، پس انرژی میتونه همون کار باشه. پس ای یا دبلیو گذاشتم. در چه زمانی این کار انجام میشه؟ چقدر مثلا این انرژی که شما مصرف کردین تو چه زمانی مصرف کردید؟ این زمانشه. پس میشه انرژی تقسیم بر زمان. این فرمول توانه. این فارسیشو بنویسم، توان مساوی است با انرژی یا کار تقسیم بر زمان. یه مثال بزنم بعد برم سر وقت واحدش که این اسب بخار از کجا اومده. ما تو ماشینا اسب بخار داریم اما تو لامپ یه چیز دیگه داریم.
میگن آقا این لامپ 100 واته، حتما شنیدید. یه لامپ دیگه داریم 60 وات. فرقشون چیه؟ درسته، یه چیز تو مایه هاست. نه، شما چی یادت از وات؟ بچه از وات چیزی یادتونه؟ آفرین، مصرف انرژی رو میگن وات، کاملا. مصرف انرژی تو لحظه رو، تو زمان رو میگن وات. یعنی تو یک ثانیه چقدر انرژی مصرف میکنه؟ حالا بچه از شما دارم سوال میکنم. کلون ماره بار الکتریکی بود. بچه ها، سوال. همه گوش بدین. لامپ 60 وات با 100 وات چه فرقی میکنه؟ 60 وات بهتره. نور بیشتری هم. کی؟ بیشتر. درسته. هر چقدر توان بیشتر باشه، نور بیشتره. اینو میدونیم. یعنی شما وقتی میرید مغازه، شما که نمیرید، بابا میرن مغازه. اگه برای توالت لامپ بخوام، میگن یا 40 وات بسه. چون چیزی نمیخوام اون تو ببینیم، فرض میکنیم البته. اما اگه آره چشمون هم ببندیم کار انجام میشه. اما اگه برای بخوام تو سالن و مهمونی و فلان بخوام، میگیم این لامپ مثلا 50 وات بده، چون نورش بیشتره. یعنی انرژی رو سریعتر مصرف میکنه. پس کلمه وات یعنی انرژی را سریعتر مصرف کردن. یعنی انرژی را در زمان، گوش بدین ببینید، انرژی را در زمان کمتر مصرف کردن. انرژی را در زمان کمتر مصرف کردن. پس وات چیه؟ بچه ها رو بالا پایین کنم، کیا هستن کیا نیستن. بازده منفی نه، ولی یه چیز دیگه میشه. یه بار دیگه درسته. خب چیه؟ خب چی؟ یه کلمه دیگه بگید. تعریفش رو درست گفتی. بازده نه. بچه ها چی نمیشتن؟ بچه ها این واتی که آمپر نه، آمپر چیز دیگه است. آمپر شدت جریان بود، اون ولت بود و آمپر فرق میکنه. البته ولت ضرب در آمپر میشه وات ها. شار و شارش اینا جریان هست. آقا الان تو توضیحات یه بار دیگه همه حرفه که خودتون زدید. وات یعنی چی؟ یعنی انرژی در زمان کمتری مصرف شود. این انرژی بیشتری را در یک زمانی مصرف میکنه، نورش بیشتره، این انرژی کمتری مصرف میکنه. اسمشو چی بگم؟ خب یه قشنگتر درست گفتی. توان دیگه آهنگ مصرف انرژی میگید، همون توانه دیگه. الان گفتم آهنگ مصرف انرژی یعنی چی؟ یعنی این انرژی چگونه داره مصرف میشه، با چه آهنگی داره مصرف میشه، سریع مصرف میشه یا آروم مصرف میشه. ما بهم میگیم توان. توان یعنی همون آهنگ مصرف انرژی. پس وات، این واتی که اومده اینجا، یکای چی نوشتم؟ یکای توانه. وات یکای توانه. وات کی بود؟ دانشمند بود، اسکاتلندی بود، عین نیوتن، ژول، پاسکال. وات هم برای تجلیل از یک دانشمند به عنوان یکای توان در نظر گرفته شده. ولی وات، ولت هم بسه ولت، ولتاژ هم بسه ولته، دانشمنده است. کلون هم که بسه کلون. هر هرکی تو هر زمینه تحقیق کرده بعدن یکایشو به نام اون گذاشتن، خودش نذاشته، دیگران گذاشتن. یه چیزی میخواستم یه خراب کرده. عکس بگیرین تا من یادم بیاد چی میخواستم بگم. کجا بودم؟ آن دوات بودم، دوات بودم. دانشمنده بودم، آره یادم افتاد. خب عکس گرفتیم، میخوام پاک کنم. نه میخوام توضیح بدم. پاک میکنم چیزایی که لازمه باز بمونه. اینا بمونه. چی گفتی؟ مندلیف شیمیه. ما تو فیزیکیم فعلا.
سوال داره دم مندلیف؟ آها اسم دانشمند که اون جدوله به نامش گذاشتن. بله بله. خب یه روزم مثلا روی این سینک های دستشوی مثلا اسم یه نفر می نویسن، نمیگم کی، ولی خب به نام اون ثبت میشه برای تجلیل از اون. خیلی کار میکرده. یادم نبود. ببین چی میخواستم. آه باد یه دانشمند بود، خدایا دانشمند بود، مخترع ماشین بخار. میخوایم چرا میگیم چرا وات به وجود اومد؟ اصلا وات چی بود؟ بعد این اسب بخار از کجا اومده؟ میخوایم به اینجا برسیم. مگه نگفتیم تو ماشینا میگن قدرتش 100 اسبه، 200 اسبه یا همینطور به بالا؟ فراید 80 اسبه مثل این که حدوداً 80 خورده ای. ماشینا میبینید تواناشون با هم فرق میکنه، قدرتشون فرق میکنه، بهترن. میگه این قوی تره، این تو سربالایی بهتر میره چون اسبش قوی تره یا توانش بیشتره. میخوام ببینیم این از کجا اومده. جیمز وات وقتی ماش جیمز وات اسکاتلندی ماشین بخارش رو اختراع کرد، زمانی بود که معدندارا توی انگلیس، تو اسکاتلند، اونایی که معدن زغال سنگ داشتن، تمام کاراشون رو با اسب انجام میدادن. یعنی بار رو هم میکردن، این طرف اون طرف میبردن، اسبا خسته میشدن، گرسنه میشدن، مریض میشدن، میمردن از این حرف، دنگ و فنگ داشتن. جیمز وقتی ماشین بخارش رو ساخت، میخواست بفروشه دیگه، رفت پیش معدندارا گفتش که آقا من یه ماشین ساختم که کار اسباتون انجام میده. گفتن امتحان کن. گفت یه باری رو ببندید به اسب، یه باری رو بستن به 10 تا اسب. حتی اینجوری نه، اینجوری درست، اینجوری 10 تا اسب اومدن این بارو کشیدن، بردن تا یه مسافتی، یه مسافتی طی شد، زمانم گرفتن، مثلا گفتن اینقدر دقیقه طول کشید. بعد اومد همین بار رو به ماشین خودش وصل کرد، همین مسافت رو اومد، حالا فرضم کنیم با همین زمان، گفت ماشین من کار 10 تا اسب شما رو انجام میده. گفت ماشین من قدرتش برابر با 10 تا اسب شما. اینجوری مقایسش کرد، اسب بخار انجام اومد. یعنی اگه جیمز وات عرب بود، بار رو وصل میکردن به شتر، میشد 10 تا شتر رو بخار. اگه ایرانی بود بس میکردن به الاغ، قاطر شاید، حالا یا قاطر یا الاغ، میشد الاغ بخار. اگه هندی بود میشد فیل بخار. پس بستگی داره به کدوم کشور بوده که چجوری از اینا استفاده میکردن. اونا اسب داشتن، بعضیشون خوب بوده، از اسب استفاده میکردن. اسب بخار از اینجا اومده، متوجه شدین؟ حالا عددش چنده؟ عدده از کجاست؟ مثلا ما موقعی که میخوایم مسئله حل کنیم، تا اینجا فهمید اسب بخار از کجا اومد؟ مشکلی که نیست. صبر کن ایلیا، بذار این اسب بخار رو تمومش کنیم ماجراشو. یک اسب معمولی نه از این اسبای قوی، یه اسب معمولی میتونه یه بار 75 کیلوگرمی رو در مدت یک ثانیه 1 متر حرکت بده. یه بار 75 کیلوگرمی رو در مدت یک ثانیه میتونه 1 متر حرکت بده. کی؟ یه اسب. فرمول توان چی بود؟ کاری که انجام میشه یا انرژی که مصرف میکنه تقسیم بر زمان. الان زمان ما چقدره؟ 1 ثانیه است. این 1 ثانیه. خب کار چجوری به دست میاد؟ کار میشد چی؟ نیرو ضرب در جا به جایی. درسته یا نه؟ الان نیرو چنده؟ 750. 75 جرمه، باید ضرب در گرانشش کنیم. پس میشه 750 جا به جایی چقدره؟ 1 متر. زمان چقدر بود؟ 1 ثانیه. 750 ضرب در 1 میشه 750 جول. اینم که میشه 1 ثانیه. پس توان یک اسب، توان یک اسب میشه 750 جول بر ثانیه.
این میشه قدرت یه دونه اسب. 750 جول کار میکنه تو یک ثانیه، 750 جول انرژی مصرف میکنه تو یک ثانیه. اومدن گفتن آقا جول بر ثانیه رو برای تجلیل از جیمز وات بذاریم وات، یعنی جول بر ثانیه همون وات باشه، مثل نیوتن متر که شد جول. نیوتن چی بود؟ نیرو. متر چی بود؟ جابجایی. نیرو ضرب در جابجایی میشد کار، جول شد واحد کار. این هم همونطوره، کار جوله، زمان ثانیه است، کار تقسیم از زمان میشه توان، جول بر ثانیه میشه واحد توان. جول بر ثانیه رو همون وات در نظر میگیریم. فهمیدین وات از کجا اومد؟ اسب از کجا اومد؟ چرا این اسب شد بخار؟ خب بی بخار چرا نیست؟ برای اینکه این اسب رو ماشین بخار سنجیدن. البته خارجیش اسب بخار نیست، خارجیش هورس پاوره. این اچ پیه، هورس پاور میشه توان اسب، قدرت اسب. ما بخار رو چون تو اصطلاح میگیم یارو بخار نداره یعنی توان نداره، رو این حساب چسبوندیم. شنیدین که میگن یارو بی بخاره؟ بی بخاره یعنی چی؟ یعنی کاری از دستش بر نمیاد، بی ارزه است. پس وات از اینجا اومد. سریع عکس بگیرید، میخوام جنبندی کنیم چند تا مسئله حل کنیم. یک نه 750 وات یه اسب بخاره، 750 وات یه اسب بخاره. 80 اگر 80 و ضرب در 750 کنید میشه کاری که پراید میتونه تو یک ثانیه انجام بده. عمرن. اینا چیزایی بود که جلسه قبل گفتیم، انواع ماشین ها، کاربرد ماشین هم جلسه قبل گفتیم. چرا دیگه اگه برسیم امروز اهرما رو میگیم. یه دو سه مسئله بگم میرسیم در وقت اهرما. این کار ورودی بود جان؟ بپرسه. این کار خروجی بود؟ برمار. سلام استاد. سلام. سلام. استاد می‌خواستم بپرسم مثلا میگن ماشین 1000 رو مثلا 1000 اسب بخار قدرتش در ثانیه است یا دقیقه یا ساعت؟ ثانیه. ثانیه. یعنی کار 1000 تا اسب در یک ثانیه انجام میده؟ درست. ممنون. اسبای مردنی نه، اسبایی که اسب باشن. پراید اسبای مردنی. خب اینا تا اینجای کار همه رو گفتیم. این هم که باز همون شکلی که جلسه قبل گفتم، اگه میخواین از پاورپوینت هم عکس بگیرید بگیرید تا من اینجا رو پاک کنم و بریم سر وقت مسئله. خب یه چیزی راستی دوست دارم این کارها رو انجام بدید خودتون. بچه بازدر راستی رو من بگم بعد شما یه کار دیگه انجام بدید. بازدر رو میتونیم از توان خروجی تقسیم بر توان ورودی هم به دست بیاریم. یعنی بازده میشه پی خروجی. پی خروجی رو فکر کنم پی آر میذاشتن، یادم نیست. پی یک میذاریم چون شک دارم. پی ورودی هم میگیم پی دو، یا برعکس پی خروجی پی دو، این پی یک. از این راه میتونیم راندمان رو به دست بیاریم، یعنی توان رو تقسیم کنیم. توان ورودی چقدره؟ این ماشین چقدر انرژی مصرف میکنه تو یک ثانیه؟ این ماشین چقدر انرژی تولید میکنه توی یک ثانیه؟ اینا رو با هم تقسیم کنیم بازده به دست میاد. معلومه دیگه، توان ورودی به توان خروجی. خواهم بگی سوال کن. سلام استاد. سلام جدید. ببخشید. مرسی ممنون، شما خوب هستی؟ قربانت. استاد این بازده که گفتی من نگاه میکردم فرمولاش رو تو بعضی از فرمولای ضرب در صد هم آخرش گذاشته بود، اون برای چیه؟ گفتم بازده رو به درصد بیان میکنن. برای الان میخوام مسئله حل کنیم معلوم میشه. به درصد که میخوام بیان کنم ضرب در صد میذارم. بذار یه دونه الان حل کنیم با هم، یه دونه حل کنیم. آقا این یه ماشین انرژی مفیدش مثلا 40 جول، کل انرژی که داده 100 جول، انرژی هدر رفته 60 جول.
الان به شما میگن که بازده ماشین چقدره. خب ما میخوایم بازده رو به دست بیاریم. می‌نویسیم بازده مساوی است با انرژی مفید تقسیم بر کل انرژی مصرف شده. عدد گذاری میکنیم. انرژی مفید 40 بود، اینم 100 بود. میشه 14. مگه نمیخوایم بازده رو به درصد بیان کنیم؟ وقتی به درصد بیان میکنیم اونجا ضرب در صد میذاریم. یعنی 14 ضرب در صد. 14 ضرب در صد میشه 40 به درصد بیان میشه. میشه 40%. این ضرب در صد واسمونه؟ نه 40 وات نمیشه. چون زمان ما اینجا نداریم. اگه زمانو داشتیم 40 درصد. بچه بازده واحد نداره، فقط به درصد بیان میشه. چرا واحد نداره؟ چون بالا و پایین واحداشون ژول با هم ساده میشن. نه دیگه اینجا دانشمندی نداریم که تجزیه کنیم. خام بگی متوجه شدی؟ پس ضرب در صد برای اینکه به درصد بیان بشه. چند تا فرمول نوشتم بچه اینجا. این فرمولا چی هم؟ شما بگید. این توانه قبول شما شما پایینی هم توانه. این هم میگه این هم توانه. شما ببین الان اینا رو خوندی یادم نیست نداری الان خوندی MGH آفرین. این هم که جرم بود. خب میشد همین الان گفتم اونجا اون بالا اونجا نوشتم. این که این ضرب درجه میشه نیرو. گرانی ضرب درجه میشه نیرو دیگه. ارتفاع هم که میشه جابجایی. نیرو ضرب درجه جابجایی چی میشه؟ میدونی؟ عید نه الان عید یه بار دیگه است. مرسی. چی؟ آفرین. اسم دیگه این انرژی پتانسیله. اینم که زمانه. ولی باز کلش چیه؟ بازم توانه. یعنی ما میتونیم توان از راه‌های مختلف به دست بیاریم. هر سه تا یکیه. چیکار کردم؟ با فرمول بازی کردم. سال هفتم هی تاکید میکردم بچه با فرمول بازی کنید. چون به دردتون میخوره. دهم برید خیلی به دردتون میخوره. ببین این دبلیو کاره. همون ایه. این دبلیو که کاره ام جی نیست. ام جی اچه. ام جی میشه اف. دبلیو وزن داریم. آها یه دبلیو دیگه هم وزن داریم قاطی نکنید. دبلیو وزن با دبلیو کار فرق میکنه. مواظب باشین قاطی نشه. دبلیو کاره. میشه نیرو ضرب در جابجایی. خب این همون کاره. نیرو میشه جرم ضرب در گرانش. این نیرو یعنی وزن. ارتفاع هم که همون جا به جاییه. پس این هم میشه کار. یعنی انرژی پتانسیل. اینا همه به هم ربط داره. حالا یه فرمول می‌نویسم نگاه کن این کجاست. اینو پاک میکنم. یه بار دیگه بگو. آهان اتفاقا تو تستی شاید تو ذهنت به درد بخوره ولی بر نوشتن نه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه سری عدد میدن ردیف میکنن جرم و گرانش ارتفاع رو دادن بهت، بعد اگه فقط این فرمول تو ذهنت باشه ممکنه کم گیجت کنه. تو ذهن به درد میخوره ولی تو عمل شاید نه. یعنی لازم نباشه که حتما بنویسیم، همون تو ذهنمون ضرب کنیم. اگه تمرین کنیم شاید این فرمولا رو ناخودآگاه حفظ میکنید دیگه. ناخودآگاه تو ذهنتون هست دیگه. لازم نیست فرمول بیاد تو ذهنت، همین ضربا میاد تو ذهنت. اینجوری میاد. بعضی ممکنه فرمول رو حتما باید ببینن بنویسن عدد بذارن، ولی اگه تمرین کنی دیگه این کار لازم نیست، سرعتت میره بالا. اما این یکی داشتم در مورد این میگفت. آها ای مساوی است با این چیه؟ میچرخونیم یعنی چی؟ یعنی آها یعنی بازم ریاضی
طرف مسجد زین، آفرین. این همین بوده، این همین بوده که طرف مسجد زین شده، درسته؟ اینو بهش میگن فرمول انرژی الکتریکی، توان ضرب در زمان. کجا به درد میخوره این؟ تو مصرف برقتون، مصرف برق خانه به درد میخوره. یعنی چی؟ یعنی موقع که ماهانه میخوان ازتون پول بگیرن، که الان هم خیلی گرون شده. اول انقلاب ما یه مسئله داشتیم بچه ها، الله مسئله یه نفر اومد، الله مسئله الله اومد، سلام آج آقا. اول انقلاب و الان هیچ فرقی نکرده تیه این 42 سال، خیلی هم مردم همینجور شور انقلابیشون رو حفظ کردن. بله اون موقع که خیلی گرون بود، برق کیلووات ساعتی 3 ریال بود. سه ریال. الان نمیدونم چقدر، دروغ چرا الان فکر کنم 3000 ریال باشه، اگه بیشتر نباشه 3000 تومان فکر کنم، نمیدونم چقدر دلش کنم. ببینید از این راه میتونیم پول برقمون رو حساب کنیم از این فرمول. حالا چه جوری؟ نگاه کنید. نه ما مثلا فرض کن یه روزی مثل خارج شده، انقدر گرون شده برق که ما نمیتونیم الکی مصرف کنیم، باید حساب کتاب کنیم. اون لامپی که اونجا روشنه چقدر داره مصرف میکنه الکی روشنه؟ اون یخچالی که دائم تو برقه و باید باشه چقدر داره برق مصرف میکنه؟ بعضی چیزا واقعا باید تو برق باشن، مثلا این ریسیورها، این دستگاهایی که استندبای دارن، یه چراغ قرمز کوچولو داره. این چراغ کوچولو برقی که مصرف میکنه الان اصلا ما عددی حسابش نمیکنیم، الان اصلا حساب نمیکنیم. این چراغی که روی بعضی از این محافظا هست میگیم بابا LED یه ولته، این برقی مصرف نمیکنه. ولی اگه یه روز برق خیلی گرون بشه، همین یه لامپ هم، یعنی وقتی دستگاهتو میذاری تو استندبای داره برق مصرف میکنه، شب خوابیدی 8 ساعت داره برق مصرف میکنه. اگر یه روز اینجوری بشه که اگه همینجوری پیش بریم میشه، صبح میان یقتو میگیرن میگن آقا تو خواب بودی این همه برق مصرف کردی، پولشو بده میرم. نقد باید پولشو بدی. یه اون لامپ کوچیکه، هم لامپ کوچیکه همون قرمزه، نه همون قرمز بش کنیش، دستگاه تو خراب کردی. نه اون لامپ تو دستگاهست. اگه درش بیاری آره نداشته باشه اینا، بله. پس باید چیکار کنی؟ از برق بکشی. یعنی یه زمان اینجوری میشه، ممکنه اینجوری بشه. منظورم اینه که با این فرمول میتونن اینو حساب کنن. مثال تو خونتون لامپ دارید 7-8-10 تا، هر کدوم هم یه واتی داره، مثلا 100 وات که الان دیگه زیاده، 20 وات. چون لامپای کم مصرف امروزی 20 وات هن، توانشون 20ه، اما نوری که تولید میکنن مثل اون 100 وات هست، برای همین میگن کم مصرف. یعنی انرژی که میاد توش خیلی، آفرین، بازده این لامپا خیلی بالاست. با لامپای LED جدید، قدیم بازده 5% بود، بازده لامپ 5%، الان شده 60%. بشر دنبال اینه که بازده رو هی برسونه به نزدیک 100% دیگه، با روشایی که انجام میده. قدیم یا سیم بود فقط داغ میشد، کلی انرژی به صورت گرما تلف میشد. الان یه برده، یه گازه، این برده انرژی رو میگیره، تقویت میکنه، گاز رو داغ میکنه، نور میده. پس اون گازی که تو لامپ هست خیلی مهمه. سمی هم البته هستن، مراقب باشین گازا نشه. اصلا لامپای LED ذره فرق کردن. اون لامپ مارپیچیا بود، همین نسل قبلی، اونا خیلی خطرناکه. خوبه، البته بازداشت از اینا کمتره، ولی دیرتر خراب میشه، بیشتر نور میده، انرژی هم بیشتر مصرف میکنه، ولی خیلی خطرناکه. اگه بشکنه اون گازش فوق العاده سمیه. یادتون باشه اینا هم سمیه. مهتابی جانم، سرعت نیرو مقاوم رو تو جابجایی تو اهرما براتون میگم، با چه سرعتی حرکت میکنه میگم. بذار اینو بگم تموم شه. خب
یه لامپ 20 واتی دارید 8 ساعت روشنه، بعد یه اتوتون رو میزنید به برق 800 واتیه، یه ساعت روشن کار میکنی باش. مثلا بگو تلویزیونت نمیدونم چند واته، فرض کنیم 200 واته، 24 ساعته روشنه تو بعضی خونه ها، یعنی یارو کارم نداره تلویزیونش روشنه. دیدید دیگه خیلی از خونه اینجوریه، کسی رغبت نمیکنه تلویزیون رو خاموش کنه بره کاراش انجام بده برگرده، این روشنه اونم میره کنه. ولی وقتی برق گرون بشه وقت چشمت کور میگی اول خاموش کنم بعد برم، اگه برق گرون بشه این چیزاش خوبه. خلاصه اینا کار دارم میکنم. زمان تو واحد انرژی الکتریکی ساعته، توان واحدش واته، پس میشه وات ساعت. تازه وات ساعت یه واحد خیلی کوچیکیه، برای همین از واحد بزرگتر که کیلو هست استفاده میکنه، یعنی 1000 وات ساعت. یک کیلو وات ساعت میشه 1000 وات ساعت. پس من اینا رو میام حساب میکنم، 20 وات 8 ساعت، 20 ضرب در 8 میشه 160 وات ساعت، 1 ضرب در 8 میشه 800 وات ساعت، 200 ضرب در 24 خودش زیاده، الکی گفتم 10 بگیم، میشه 2000 وات ساعت. الان اینا رو که روشن کن جمع بزنیم میشه 2960 وات ساعت، یعنی یه چیزی حدود 3 کیلووات ساعت. حالا 3 کیلووات ساعت اگه کیلوی 3000 تومان در نظر بگیریم میشه 9000 تومان پول برق همین سه تا قلم. یعنی یخچال حساب نکردیم، ماشین لباسشویی حساب نکردیم و وسایل برقی دیگر حساب نکردیم. هر تو یک شبانه روز اصلا فرض کن شما تو یک شبانه روز 8 ساعت لامپ روشن بوده، 1 ساعت اتوت روشن بوده، 10 ساعت هم تلویزیون روشن بوده، 9000 تومان ببخشید یک روزا ضرب در 30 کنی میشه 270000 تومان. منطقی نیست، بیشتر روشنه معمولا، معمولا بیشتره. پس این فرمولایی که ما اینجا نوشتیم یه جایی به دردمون میخوره. ساعت میخوام بریم سر وقت اهرم. مسئله‌هاشو من بعداً براتون میفرستم که تو خونه حل کنید. دو تا مسئله حل کنم، یکی حل کردم. بذار پاک کنم از اول مسئله حل کنیم. مسئله حل کنیم. خب چیکار کنم؟ یادم نمیاد چی باید بگم. آفرین. یعنی غیر معقول بود، رو کاغذ بود، تئوری بود، واقعی نبود. خب مسئله حل میکنیم، همه یادداشت کنید. بازده ماشینی 75% است. پیدا کنید چند جول، نه چند جول نه، از این بهتر 2000 جول انرژی مصرف شده توسط این ماشین، چند جول گرما تولید شده است یا انرژی هدر رفته است، چند جول گرما تولید شده است یا انرژی به صورت گرما هدر رفته است. این مسئله اول. یه بار دیگه میخونم، بازده ماشین 75% از 2000 جول انرژی که این ماشین مصرف کرده چند جولش شده انرژی هدر رفته یا غیر مفید. عدد بنویسید. نوشتن عدد به این زودی؟ عدد 500. نه نوشته، بنویس پس. این دو نفر هم زود زود نوشتن. ببینیم درست رفتید یا نه. آفرین به اونا که سریع نوشتن. فرمول بازده رو که بنویسیم تو ذهنمون میشه انرژی مفید تقسیم بر کل انرژی. بازده که میگیم 75% یعنی 75%، 75% یعنی 75% از 100. انرژی مفیدمون
نداریم. کل انرژی 2000. طرف مسطحه وقتی انجام بشه میشه 2000 ضرب در 75 تقسیم بر 100. یه دقیقه صبر کن، ما یه تشریحی میریم یه تستی میریم. پس این میشه طرفین وسطین. صفرا رو ساده میکنم، 20 ضرب در 75 میشه 1500 ژول انرژی مفید. 2000 کلش بوده، 2000 منو 1500 کنم میشه 500 ژول انرژی هدر رفته. این یه راه تشریحی. اما تستی، 75% وقتی بازداشته یعنی مفیدش 75%. پس 25% بقیه چی میشه؟ هدر رفته. 2000 رو ضرب داره 25 صدم کنید میشه 500 ژول هدر رفته. اینم تستیش. پس هم تشریحی هم تستی، دیگه بستگی داره به اینکه سوالا کجا بیاد و چه جوری ازتون بپرسن. مسئله اول. مسئله دوم. ببینید عکس بگیرین، عکس بگیرین. متوجه شدی؟ اینا ما رو پیشرفته یه چیزه. مبتکرانه. اینا تو مبتکران گفته. تو کتاب علوم نهم نیست. نه خیر، نهایت نه. فرمولاش. اینا که فعلا آسوناشه. اینا که عددی نیست که. اینا تازه آسوناشه تو مبتکران. بعد اینا رو میچسبونن به هم سختش میکنن. مسئله بعدی. یک ماشین بنویسید. عکس گرفتیم؟ نمیخواد؟ یک ماشین یا یک ماشین بهتره، اسم نبرم کی، در مدت 4 دقیقه. اینایی که وقتی عدد میبینن فوری عدد تو ذهنشونه تا با عددهای بعدی یه کاری بکنن، سرعتشون بالاست. فقط مواظب باشید موقعی که سرعت رو میبرید بالا دقتتون کم نشه. یعنی یک صفر اشتباه کنید، چون تستیه دیگه، نمیان بگن که تو یه صفر اشتباه کردی 25 صدم کم کنم، میگن یه تست اشتباه زدی، کلی رتبه بالا پایین میشی. پس مراقب باشین اگه سرعتتون بالاست. در مدت 4 دقیقه یک بسته مثلا 1500 کیلوگرمی را تا ارتفاع چقدر بگیم خدا رو خوش بیاد 20 متری بالا میبرد، به تو چه؟ حالا مجبوری رو کاغذ بیاری. بالا میبرد. پیدا کنید توان این ماشین چند اسب بخار است. این حالا یک کوچولو پیشرفت است، یک کوچولو ها، نه خیلی. فکر نکنید میشه؟ میشه. من فقط برای راهنماییت اینجا می نویسم. یک اسب بخار رو 750 وات بگیرید، چون اصلش 746ه. اصلش ها. می بینم که عدد نمیدید. مسئله راحت‌تر رو فرد تا فرد عدد میدید، بعد میذارید تو سر من، میگه آقا این چی به من دادی؟ عدد بدین، زود باشین. خانم بگی عدد. خانم نامور، بچه دو نفر از بچه ها نیستن که بالا پایین کن فکر کنم. خانم امجد رو نیدم. هست خانم امجد، هم هست خانم امجد. عدد خب تقسیم کنه اگه میشه. یه نفر عدد داد. من اسب بخار میخوام ایلیا، وات نمیخوام. اگر رون نشد دو رقم اشار برو. اگر رون نشد، چون من نمیدونم رون، من همینجوری عدد رو دادم. کیلویی. اوه راست میگه، اصلا رون نمیشه. بچه 4 و 5 کنیم یکم بهتر شه. خیلی اونجوری رون نمیشد، ولی اینجوری یکم کوچولو بهتر میشه. 5 دقیقه 5 دقیقه الان بهتر شد، الان قشنگ‌تر شد. 5 دقیقه 5 دقیقه دعوا نکنید دیگه. 5 دقیقه 5 دقیقه ایلی عوضش کن. 5 دقیقه دادم. بس من واحد عوض میکنی، واتو میکنی اصلا بخار. مگه نمیشه گفت آقا خمسه هم اینجاست؟ نمیشه گفت.
نه داشتیم میخواستیم در مورد جامعه اسلامی صحبت کنیم که چقدر جامعه خوبیه. چی؟ آره دیگه الان چون بس جانورشناسیه داریم نزدیک میشیم به جانورشناسی، مسائل اجتماعی داریم نزدیک میشیم. ای باری کلا پس روند شد اگه سه چهارم میشه چقدر خوب بود. خب چند بذار عددا رو یادداشت کنیم. چهار سوم اسب بخار شما عدد 200 اسب بخار شما یه عدد 80 اسب بخار دیگه با رنگ 1000 نوشتی عباس همه عباس نوشته 1000 خانم بیگی و چیز چی پسی شدن آها خب حالا بهتر شد. خب خواهم امجد 7.5 دیگه خانم بگی خانم نامبر 1/3 دیگه 1/20 حالا بین علما دعوا میشه آدم کیف میکنه. خانم جهانی 1.33 چهار سوم همونه. خب امین عباس هم 1.33 در آورده. خب 1.33 دو نفر شدن. آدم اینجوری شک میفته که آیا به اکثریت شاید نمیدونم آیا به اکثریت باید اطمینان کرد یا مثل جمهوری اسلامی به اکثریت کار نشته باشیم بگیم آقا اقلیت درست میگه. نشنید. خب خواهم نامر چی نوشته؟ اشکال نداره عدد بگو. خواهم جهانی 3/3 خانم بیگی چرا چی نمیگی؟ خانم امجد گفت همه گفتن فقط خانم بیگی مونده. ریگی هرشیان تو هم ننوشتی فکر کنم یا چرا نوشتی؟ خب ما تشریحی پرژن تشریحی بریم بهتره. توان مساوی است با نگاه کنید تستی داره ولی یه ذره حالا میگم از کجا کار تقسیم بر زمان این یک میتونم بنویسم توان مساوی است با نیرو ضرب در جابجایی تقسیم بر زمان یعنی همون کار میشه نیرو ضرب در جابجایی دیگه. میتونم این کارو بکنم جرم ضرب در گرانش ضرب در ارتفاع تقسیم بر زمان. اگه میخواید تستی برید این بالایی رو کار نشته باشید از اینجا شروع کنید. توان رو ندارم پی جرم رو دارم 1500 گرانش 10 ارتفاع 20 زمان 5 دقیقه ضرب در 60 درسته دیگه به ثانیه تبدیل میکنیم ساده میکنیم این صفر با این صفر ساده میشه 6/2 3 مرتبه این 1 مرتبه از اول 60/20 ساده میکردیم دیگه 5/3 15 تا به 1500 میشه 100 تا 100 ضرب در 10 میشه 1000 وات. پس اونایی که 1000 وات رسیدن توان رو درست رفتن ولی ما گفته بودیم اسب بخار پس باید 1000 وات رو تقسیم بر 750 کنیم. بنام درست گفتم؟ درسته. وقتی تقسیم کنیم میشه 4/3 4/3 یعنی 4 تقسیم بر 3 1 ممیز 0 همینجوری الی آخر دیگه چون 10 میشه 33 بله 3ش تکراری میشه 1-33 ای که گفتن یک نفر دو نفر درست گفتن. خب پس یه بار دیگه نگاه کنید ما چی کار کردیم. گفتیم این فرمولا اضافه است برش کنیم از این فرموله بریم. چرا؟ چون جرم رو داریم ارتفاع رو داریم گرانش هم که حفظیم توان رو میخواد ولی بر حسب اسب بخار میخواد. فرمول نوشیم عدد گذاری ضرب و تقسیم
در نهایت شد 4/3 اسب بخار یا 1.33 اسب بخار. بریم سر وقت اهرم. عکس بگیر، عکس بگیر. از سر وقت برم. بدجور. اینجا من در بخار. تو کجا دارم؟ خب نه. سرداد آدم ها اینجا، سرداد غیر آدم ها. عکس گرفتین؟ خب یکی سوال داره. خانم نامبر بگو. سوالتو بگو. سلام استاد، وقتتون بخیر. سلام، ببخشید من تونتون حرف زدم. تمام تقصیرینه. بگو. نه. استاد مگه نگفتین که واحد زمانش باید ساعت باشه؟ بچه‌ها به ثانیه تبدیل ساعت توی انرژی الکتریکی بود. اینجا انرژی الکتریکی نیست که. میدونی چرا توی الکتریکی ساعت؟ بره. اینجا کاره، اینجا انرژی معمولی. بعد اینکه گفتین یه کاری می‌خوان انجام بدیم. برای چی؟ نمیدونم، گفتین یه کاری رو می‌خوام، من می‌خوام انجام بدید. ولی نگفتین چی؟ یادم میره، بعد یادآوری کنی کی بود؟ آها، یه کاری که میدم به شما انجام بدید، خودم نه شماها. مسئله میفرستم، حل کنید تو خونه. فکر کنم این بود. باشه؟ قطع شدی. یه چیزی میخواستم بگم الان. خانم نامبر گفت. آها، بچه ها چرا انرژی الکتریکی واحدش ساعت، واحد زمانش ساعته؟ چون مصرف برق تو یک ثانیه خیلی نیست. شما تو یک ثانیه چی کار میکنی؟ لامپو یه ثانیه روشن میکنین، راه تو پیدا کنی، بعد خاموش میکنی میری؟ وقتی لامپو روشن میکنی ساعتها روشنه. یا وسایل برقیتون ساعتها به برقه. بر همین مصرف زمان تو انرژی الکتریکی ساعت در نظر میگیرن. چون ثانیه خیلی واحد کوچیکیه. برای برق واحد کوچیکیه. خب بریم سر وقت. این هم یا کنید این فرمولا رو. راستی این فرمول پایینیر هم بزن بگم، چون هستش توی مبتکران هست، بزن اینم بگم. توان الکتریکی با این توان مکانیکی فرمولش میتونه فرق کنه. توان الکتریکی میتونه به این صورت به دست بیاد: ولتاژ ضرب در آمپراژ. یعنی توان مساوی است با V که ولتاژ ضرب در I که آمپراژه. سال پیش شما یه فرمول خوندید: ولتاژ مساوی است با مقاومت ضرب در شدت جریان. یا اینجوری خوندید: شدت جریان مساوی است با ولتاژ تقسیم بر مقاومت. این ولت بود، این اوهم بود، اینم آمپر بود. پس آمپر ضرب در ولت میشه وات. این یه فرموله که الان خوندیم، اینم سال قبل خوندید. من میتونم اینا رو جایگزین کنم. به جای وی بیام اینو بنویسم، میشه آر آی ضرب در آی. یعنی توان مساوی است با آر آی به توان دو. این میشه یه فرمول. درسته یا نه؟ به میگم بازی کردم با فرمولا دیگه. به خاطر اینکه آی ضرب در آی میشه آی به توان دو. اینم آی. یا کن این الان این. درسته. حالا منم جای وی آر آی نوشتم. پس آر آی ضرب در آی. یا کن جای آر آی میشه وی. پس من با فرمول میتونم بازی کنم. حالا یه فرمول دیگه هست، اینه: انرژی گرمایی آر آی دو ت. این از کجا اومده؟ به این میگن انرژی گرمایی در یک وسیله برقی به اینا بستگی داره. انرژی گرمایی تو یک وسیله برقی به مقاومت جسم بستگی داره، که اون سیماش چه مقاومتی دارن یا اون وسیله. به جریانش بستگی داره، به توان دو. چه جریانی تو این برقراره، چند آمپر جریان برقراره، و به اون زمانی که کار میکنه بر حسب ثانیه. چند ثانیه روشنه، چند دقیقه روشنه و الی آخر. چجوری به این رسیدیم؟ برسید، بنویسید و توضیح بدید لطفاً. استفاده کنید از چیزی که رو تخته است و قبلش رو تخته بود. چیکار کنیم الان؟ خب معلومه این چیه. خب هر فعالیتی
فارسیش می نویسم انرژی گرمایی مساوی است با مقاومت ضرب در شدت جریان به توان دو ضرب در زمان. مشکل این که از کجا اومد این فرمول؟ بگو بگید دست چلا سان دست بلند کنید بگید تی از کجا اومد؟ خب نه اینجا؟ اینجا خب بعد چرا اینجا اومده تی اینجا؟ تی از کجا؟ تی نداریم زمان دیگه تو چه مورد؟ انرژی جا به جایی داره چی؟ انرژی جا به جایی داره چی چی؟ فرمولی بگید، فرمولی بگید. فارسی حرف نزنید، من فارسی نمی‌فهمم. چی چی؟ باید با استفاده از چند تا فرمول به این برسی. این حرف فارسی که می‌زنی این کیو انرژی گرمای گرمای حاصل شده در یه وسیله برقی. مثلا بخاری برقی. نه. منطقی حرف بزنید. فرمول به من بگید. کی دست بلند کرده؟ ایلیا. ایلیا بگو. بچه ها ما میخوام بریم چجوری به این فرمول رسیدیم. مقاومت ضرب در شدت جمع توان دو تا تیم. مقاومت ضرب در شدت جمع توان دو تیم. استاد میشه ولتاژ ضرب در آمپر ضرب در زمان. این؟ این؟ بله از کجا؟ از کجا؟ استاد ولتاژ گفتیم میشه آر به علاوه آی اینجا خب یه آر داریم با آی علاوه نه ضرب در ضرب در ضرب در ببخشید خب آر ضرب در آی ضرب در آی ضرب در تی تی از کجا آوردی؟ تی از کجا آوردی؟ استاد تیو که نه تی که توی خود صورت مسئله است صورت مسئله نیست یه فرموله میخوام ثابت کنید این فرمول از کجا اومده دیگه کی دست بلند کرده درست فکر کنید آ آر مساوی است با ای ضرب در آی تقسیم بر آی چرا نمیشه نه چرا این فرمول از کجا اومده خب بگو گفتم فارسی نگو گفتم فارسی نگو فرمولی بگو درست گفتی از اون جمله اولی هم که گفتی ولی بگو گفتم فرمولی بگو شما فرمول بچه دست بلند کنی به خدا معلومه حرفتو زدی فرمول بگو اه نه نه کی دست بلند میکنه بچه ها هیچ کدوم دست بلند نمیکنی به من بگی کی نوشته نه ثانیه از کجا اومده خانم بگی چی نوشته خب خانم بگی دست بلند کن بگو یعنی چی منظورت چیه فرمول بگو فارسی ماهانم گفت فارسی شو میخوام فرمول بگی استاد من دارم همش فارسی شو میگم چی 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 گفتی؟ اینایی که گفتم همش فارسی من هم سرما خوردم صدام گرفت اصلا نمیشم باش کرد آخ پس هیچ چیز حرف نزن انشالله که زودتر خوب بشی نمیخواد چیزی بگیم مرسی اگه خواستی فقط این آره ای رو میبریم تو مخرج؟ ای از کجا؟ ای کو؟ این؟ ای رو میبریم تو مخرج اینجا چی بذاریم؟ مگه میشه تی رو بکشی میبر؟ یعنی اینجوری صف کن صف کن من میدونم این چی چی گفت الان شما مخرج یک بده تی ضرب در اینا میشه غلطه تو چی گفتی آی نه خیر آی به توان دو کی گفت وی بودش وی اینجا اینجوری آر آی شد آر آی ضرب در دو شد آره همون که گفتم مرتبه شد یعنی چی بگو مسیرت غلطه مسیرت غلطه بگی من میگم وقت نیست
می‌خواستم آرایدو که خودش توانه دیگه، توان ضبط زمان، توان ضبط زمان میشه انرژی رو نمیدونم. آرایدو میره آقا مخرج درست میشه. آقا یه چیزی به من بگید من بنویسم. از کدوم فرمول استفاده کنم؟ اصلا از کدوم فرمول استفاده کنم از این هنگ که اینجا هست؟ یکیشو بگو برم اونجا بنویسم. اینو این؟ اینو این؟ توان الکتریکی مساوی بوده. اینو این؟ نه خوب نیست. این با کدوم؟ با پی مساوی وی آر وی زبر. با این؟ خب این که اومده اینجا الان. این اومده اینجا شد این دیگه. الان نیا کن اینو شما گذاشتید اینجا شدین. خب این قبول، اینو می نویسم. آقا چیزی که فارسی گفتی خانم بگیم فارسیشو گفت، بعضی هم نوشتن، میگید اینو بنویسیم انرژی تقسیم بر زمان. حالا مخرج یک میشه انرژی ضرب در یک مساوی با آر آی دو تی. همین همین فارسیت بود، فارسیت اینه. خب اینم درسته دیگه، اینم الان درسته. آ بگو الان اینم درسته، همونه، هیچ فرقی نداره. نخه من میگم چجوری این فرمول، صبر کن، میگم چجوری این فرمول اومده. تو میای همین فرمول رو بر من بازی میکنی؟ نه 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 گوش بده، تو اومدی این فرمول رو باش بازی کردی، اینو بر تو زمان رو میخوای به دست بیاری؟ من میخوام انرژی گرمایی رو به دست بیارم. نه گفتم این فرمول چجوری رسیدم به این فرمول، چگونه به این فرمول رسیدم. نخه موقعی که تو فارسی گفتی گفتم از کجا، موقعی شما فارسی میگفتیم گفتم از کجا، همی گفتم از کجا، همی گفتی یه چیزی، بعد میگفتی این توان میشه انرژی تقسیم زمان، یعنی این فرموله شدین. بله فارسی میگفتی به همین راحتیه، فقط بازی کنید با فرمولا چون به دردتون میخوره. حالا اگه تستی هم به دردتون نخواد تشریحی حتما به دردتون میخوره. چی گفتی؟ ببین به جای بازی کردن با موبایل با این فرمولا بازی کنید. پس باید حفظ کنید، سختتون میشه. ببین نمیدونم شاید بیاد چون تو مبتکران هست. آقا این سال پیش مبتکران حوالی الکتریکی تو هشتم بود، دارید هشتم به نهم به خدا بود. آقا اینا توی مبتکران هشتم بود. حالا اگر نبود چی؟ اگه بود چی؟ خب پس باشه بریم اهرم. من غلط کردم، باش زورم به این دوتا که نمیرسه، اونم که ایچی بدتر، زورم به این ستا نمیرسه. نه زورم بهتون نمیرسه، تو که گفتی اصلا نخونیم، ولش کن، گفتی اصلا بازی نکنیم. باز اینا میگن آقا اینا رو نخونیم. چرا استعداد تحصیلی اینا خیلی خوب باشه؟ استعداد تحصیلی بود؟ تحلیلی، تحصیلی. اهرم چیست؟ بچه ها بریم سراغ اهرم. ادامه فصل 9 که تو کتابتونم هست. اهرم یه تعریف داره. ساعت وای ما یادت میگفتی آخرش تونتون میگی، به خدا همش درس بود. اهرم میله ایست بلند و محکم که نقطه ای از آن بر جایی تکیه میکند، مهم نیست کجا باشه، در طول این مسیر میتونه تکیه کنه تا آخرش. ما یکیشو کار داریم. پس این شد تعریف اهرم، میله بلند و محکمی که نقطه از آن بر روجی تکیه کرده یا حول اون میچرخه یا حرکت میکنه. اهرم اجزا غرغره یک نوع اهرمه بچه، غرغره، چرخ و محور، سطح شیبدار همشون نوعی اهرمن با یه تفاوت هایی، اصلا سطح شیبدار نه، ولی غرغره و چرخ و محور چرا. اجزای اهرم، اهرم 5 جز داره. یک، جایی که ما به ماشین نیرو وارد میکنیم اسمش رو میذاریم نیروی محرک یا کارگر. پس نقطه اول اهرم جایی که ما نیرو بهش وارد کردیم. دو، جایی که ماشین به ما نیرو وارد میکنه یا به جسم نیرو وارد میکنه، نیروی مقاوم.
با آر نمایش میدیم. سه، نقطه‌ای که اهرم تمام سنگینیشو میندازه روی اون، تکیهگاه، میگن نیروی تکیهگاه، با اف نمایش میدیم. این همون نیرویه که توی نیروی عمودی سطح وزن جسمو چیکار میکرد؟ تحمل میکرد. این نیرو همونه. هر ستاشون واحدشون نیوتونه. پس واحد هر ستا اینا نیوتونه. این شد سه جزء. یک، دو، سه. دو جزء بعدی واحدش دیگه نیوتن نیست. واحدش فاصله است. میگم فاصله. واحدش متره. در اصل یه فاصله ای هستن. یکیش فاصله جایی که شما نیرو وارد کردید تا تکیهگاه. بهش میگن بازو. فاصله نیروی محرک تا تکیهگاه رو میگن بازوی محرک. با ال ای نمایش میدن. پس از نیروی محرک تا تکیهگاه میشه بازوی محرک، با ال ای نمایش میدن. فاصله بعدی از تکیهگاه تا نیروی مقاومه. این قسمت. حالا من اینو پاک کنم که قاطی نشه. نیروی مقاوم سنگینی روی ماش. یه خطکش سری بیار یا بگو بیارن. یه خطکش بچه بیارن. تو بشین. نیروی مقاوم اون وزنه‌ایه که ما میخوایم بلندش کنیم. یعنی شما مثلا یه اهرم دارید، میخواد زیر سنگ قرار بدید، دبستان خوندید، میخواد سنگ رو حرکت بدید، سنگ میشه نیروی مقاوم. یا توی اله کلنگ شما یه طرف نشستید، نیروی محرک حساب میشه، اون کسی که میاد بالا میشه نیروی مقاوم. مگه برعکس بشه، اون وقت اونم جاش برعکس میشه. یعنی اون بیاد پایین، شما میری بالا، میشه شما نیروی مقاوم. نیروی محرکه جان. توی اله کلنگ شاید باشه، ولی تو بعضی جا اصلا. الان مثلا اینجا من میخوام این تخت پاک کن حرکت بدم. این تخت پاک کن یه وزنه است، یه بسته است. میخوام بسته رو بیارم بالا. انگشتی که اینجا هست میشه نیرو محرک. به ماشین نیرو وارد میکنم، میارمش پایین، تخت پاک کن میاد بالا. این میشه نیرو محرک، تخت پاک میشه نیرو مقاوم. این یکی انگشت من، این میشه تکیهگاه. این فاصله میشه بازوی محرک. این فاصله که مثلا 20 سانته، حتی 15، این فاصله میشه بازوی مقاوم. الان دست شما انگشتتون وسطه؟ این تکیهگاهه. وسطه؟ نه وسطه اگه باشه. اینجا چند سانتیه این؟ خب پس 20 سانت میشه بازوی محرک، 10 سانت میشه بازوی مقاوم. انگشت من تکیهگاه. این میشه اهرم. نگاه کنید حرکت میکنه. حالا تو اهرم های مختلف این انگشت که تکیهگاه است میتونه متغیر باشه. میتونه بیاد وسط. بیاد وسط میشه اله کلنگ. بیاد اینجا میشه یه ماشین دیگه. نیروی محرک هم بالا پایین نره دیگه. بالا باشه میتونه پایین باشه. بله. تو ماشین های مختلف فرق میکنه. مثلا تو جارو فراشی برعکس دیلم کار میکنه. جارو فراشی که اینجوری جارو میزنن تو مدارس. جارو دسته بلندم بهش میگن. پس اهرم اجزاش 5 تاست. ولی حالتاش متفاوته که امروز اونو نمیرسم. فعلا اجزاش یاد بگیریم. این تکیهگاه میتونه تغییر کنه، نگاه کنید جاش میتونه عوض بشه. حتی میتونه تکیهگاه بیاد نوک. اینجوری حرکت کنه. مثل فرغون. فرغون یه اهرمه. ولی اهرم نیست که مثل خطکش باشه. چرخ داره، دسته داره. یه جا بار قرار میدیم، یه جا دسته رو نگه میداریم، یه جا چرخ داره که رو چرخ حرکت میکنه. جان؟ بله، ولی یک جهت. آفرین. آها، اتفاقا حرف قشنگی زد. میگه اینا همشون تو یه جهتن. باشه. ما اهرمی داریم که وقتی که حرکت میدید جهت‌ها عوض میشه. اهرمی داریم که وقتی حرکتش میدی جهت‌ها عوض نمیشه. میگیم تغییر جهت میده، اونی که تغییر جهت نمیده جلسه بعد میده. تو حرف قشنگی زدی. اهرم‌ها انواع اقسام دارن. پس یه بار دیگه این قسمت شد بازوی مقاوم. گم شد. در این میشه بازوی محرک، این تکیهگاه، الی آخر. حالا اهرم ها همینطور که گفتم میتونن جای تکیهگاهشون عوض بشه.
یعنی اینجا نیرو محرک، اینجا نیرو محرک. این پنج حالتی که الان میبینید، حالت 1، 2، 3، 4 و 5، یه شباهت هایی دارن، یه تفاوت هایی. بعضیش هم تو کتابتون هست، سه تاش تو کتابتون هستش. مثال بزنم تو ذهنتون فقط بمونه چون وقت کمه. تموم هستن. انبردست، ترازو، قیچی کاغذبری یا خیاطی، فرغون، جاروی فراشی، راکت تنیس، چنگال قاشق. اینا مثالاشه. راکت تنیس اینجا تکیگاهتونه، اینجا تکیگاهتونه، اینجا نیرو محرکه، اینجا هم که توپ میخوره. قاشق چنگال هم باز دیگه تکیگاهش خیلی کوچوله. اونجایی که دستتون میگیری تکیگاهشه، نزدیک بهش نیرو محرکشه. نه همیشه. تو بعضی ماشین ها تکیگاه هیچ نقشی توی تغییر جهت نداره. این دوتا جزء اونا هست. چرا؟ چرا؟ نه 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 بچه، تکیگاه تعریفش اینه اهرم روی آن تکیه می کند. الان فرغون رو در نظر بگیر. بذار فرغون رو بکشم براتون. این چرخ فرغون. الان چرخ فرغون تکیگاه فرغونه. همین تکیگاه حرکت هم می کنه، داره می چرخه دیگه. این نیرو مقاوم این دسته است. هیچ تغییر جهتی نداری چون شما اینوری حرکت میکنی، همه چیز داره اینوری میره. تکیگام که داره نه تکیگا یعنی چی؟ یعنی ماشین روش تکیه کرده، تمام فرغون رو این تکیه کرده، میشه تکیگا. فعلا تا اینجا داشته باشید. تا جلسه بعد انواع اهرمو بگم. ما فعلا پنج قسمت رو گفتیم، اینم جهت اطلاع همینجوری گفتم. این بچه ها خانم بگی اهرم نوع اول تو هر سه حالت تغییر جهت داره. اصلا اهرم نوع اول یکی از ویژگیهاش تغییر جهتشه، ولی اهرم نوع دوم و سوم نداره. جلسه بعد کامل براتون میگم. امیر عباس جان سلام، خوب هستین؟ سلام، چطوری؟ میشه به جای اینا یه چیز دیگه بگی؟ مثلا UR بگی، A1 و D2، F1 و F2. چی؟ آها F1 و F2 تو گشتا برمید. آره به ما گفتن اینو بگیم. آره به ما گفتن که به جای UR بگیم F1 F2، LR و LA هم بگیم، D1 و D2. اونم میشه ولی تو گشتا بر بهتره بگیم. اون تو گشتا بر اونجوری میگیم، تو اهرما اینجوری بگیم بهتره. هر وقت گشتا بر رسیدیم بعد من بهت میگم اسمش عوض میکنم، چون گشتا بر با اهرم یه ذره یه کوچولو فرق میکنه دیگه. کی؟ خانم نامبر بگو. استاد ببخشید، توی اهرم نوع اول برای اینکه تعادل داشته باشیم خب اصلا الهی باید با الهار برابر باشه، یعنی فاصله هاشون برابر باشه. نه نه، این تعادل رو میتونیم با مقدار کم و زیاد کردن نیرو درستش کنیم. یعنی ای رو تغییر بدیم، زیاد وارد شه کم وارد بشه. اگه میخوای برابر باشه، اگه فاصله شون یکی نباشه که نمیشه. اگه فاصله شون یکی نباشه تعادل برقرار نمیشه که. حالا نگاه کن، یعنی باید تکیگاه دقیقا وسط باشه. من نگاه کن میبینی؟ جانم جانم بله بله. اینو نگاه کن اهرمو، میبینی اهرمو؟ بله بله. خب انگشت من کجاست؟ اینجاست. الان حالت تعادل هست یا نه؟ باید پس نیروی محرکش با نیروی مقاوم برابر باشه. خب برای همینه دیگه، الان انگشت من وسط نیست، اینجاست، ولی الان در حال تعادله چون دارم نیرو وارد میکنم اینها. حالا میارم اینجا، بازم در حال تعادله. اگه رهاشم بکنم میتونم در حال تعادل نگرش دارم. حالا من دوتا تکیگاه گذاشتم که بشه تعادلش. این هم تعادل، ولی اگه بیاد اینجا میفته، هر کاری کنم میفته. خب پس نه اون که... فاصله LA تا LA رو میگفتم، یعنی که باید برابر باشه. اگه برابر باشه، اگه برابر باشه مثل این، اینا با هم برابرن. ولی اگه اینجا برابر نباشن، اینا هم برابر نیستن. من وقتی اینجوری نگه میدارم باید نیرو وارد کنم، اینجا نگه میدارم باید نیرو بیشتر وارد کنم. نیرو کمتری اینجا... نیاز هست وقتی که نزدیک به خود جسم باشه. اگه تکیگاه نزدیک جسم باشه نیرو کمتری نیازه دیگه برای اینکه بلندش کنی. بله بله بله،
مثل انبرده است. نیرو کمتر لازمه. اصلا یه خطکش بگی خودت امتحان کن. یه بار بذار اینجا. نری گونی برنج بذاری. یه بار کوچولو. انگشت بذار اینجا. حرکت بده. حس کن چقدر نیرو وارد کردی. انگشتتو بیار وسط. حرکت بده. حالا انگشتتو بیار اینجا. نیروی خیلی بیشتر نیاز داره. آفرین. همش به خاطر همین بازواست که جلسه بعد باید بگم. باشه؟ ممنون. خسته نباشی. سلامت باشی. بیا اینجا. بیا. تو باید درک کنی یه چیزی رو. تو درک نکنی نمیشه. نگهدار. خب. یه انگشت بذار اینجا.